چیکار میکنی؟ تو داری چیکار میکنی؟ من عکس میگیرم. تو برای چی از دیوار مردم بالا میری؟ دیوار خون خودمه. دادی اجاره آقا پولشو گرفتی. مردم راحت نیست از دست تو. من بالا دیوار نبودم که. آه بس کجا بودی؟ من که عکس دارم ازت. عکسو چی داری؟ دارم دیگه. خب چیکار کنم عکسو؟ میخوام بلوتوث کنم به همه نشان بدم. من بالا دیوار نبودم، عکس نگیر. یه نوستالژیک و تلاتو میخواستی دارم تو کشورهای اقیانوسی، اقدسی و اروپای مرکز اینا. خب با چی میرین الان؟ ها چیزی گیر میاریم، تاکسی چیزی. خیلی خوب. میخوای بریم در خونه آقا ناده به جواد بگم وانتشو بیاره؟ من میگم این دوتا بدم میاد، قیافش میخوام نبینم، تو بگیری وانتشو بگیری. به سریال دزدان مادر بزرگو دیدی؟ بله. اون دوتا که پیرزنه رو میدزدن میبرن توی خونه ای خارج از شهر، بعد بهش یفته آب و غذا نمیدن، بعد جیغ میزنه من کشتمه، من تشنمه، بعد اکسیژن اتاق کم میکنن، خفه میشه میمیره. میدونی برای چی این کاری کردن؟ برای چی؟ عکس نگیر. واسه اینکه عکس گرفته بوده از اون دوتا راضی نبودن، عکساشونو نداده بوده کشتنش. جهنم، من از اون چیزا نمیترسم. یه عکسی دوربین تو برو 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 نگی برو 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 اصلا نمیتونم شما رو بوس کنم. چیه سرما خوردی؟ نه سرما نه، اصلا داره پرابلمی نیست، فقط به دلایل امنیتی من نمیتونم. حرفت بزن. من با شما کاری ندارم، من با عباس آقا صحبت دارم. حرفت بزن دیگه. عباس آقا این دوتا جوون از دیشب تا حالا نخوابیدن گریه میکنن، جواد و زنش دیگه. اینا از دیشب تا نگیر خانم، از دیشب تا صبح گریه میکردن، ما هم خواب نداشتیم، جامونم کوچیکه. صبح که گریه نکن، صبح که داشتم از در میومدم بیرون، جواد انقدر گریه کرده بود، چشش شده بود انقدر. خانومش هم گریه میکرد، میگفت کاش میتونستیم برگردیم به اون خونه و همون حالتهای خانوادگی رو داشتیم. خام صد سال سیا بر نگردن، همچی برن که نادر رفت. زشته عباس آقا، ببین آقا نادر، ما همیشه هواشونو داشتیم، باور کنین لقمه رو دهن خودمون بریدیم و کردیم تو دهن اینا. اتفاقا جواد دائم در مورد همین لقمه ها صحبت میکرد. بفرمایید. ببینین خودشون هم گفتن دیشبم خیلی اصرار کردیم که رباب جون نمیخواد اعصاب حساسیت رو ببری، ولی گوش نکرد که نکرد. حالا من دارم بهتون میگم، بهشون بگید برگردن خونه زندگی خودشون، قدمشون رو تخمه چشم کسی که حرفی نزده بهشون. بله البته شما این نظر لطفتونه بزرگی عباس آقاست، ولی به همین راحتی ها که نیست. اینا دوتا جوونن، دوتا غرور دارن، یه حالتیه که عباس آقا باید خودشون لطف کنن، تشریف بیارن اونجا. آقا ببخشید معذرت خواهم، شما چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم بابای من عباس آقا شخصیتشو بذاره زیر پا، بره از دوتا جغله معذرت خواهی کنه، دستشونو ببوسه، بگه من عذر میخوام؟ نه 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 خانم، من متوجه عرضم نشدید. به این حالت که نه، به هر حال عباس آقا باید تشریف بیارن اونجا، یه دستی باشه دستشون باشه که اونام ببوسن دستشون رو و معذرت خواهی کنن. ما میخوایم یه خانوادهی دوباره به هم برگردن، یه حالتی نباشه که اینجوری از هم جدا. من حوصله این کچلک بازی ها رو ندارم. منصور گم شده، باید برم دنبال اون، بعد ببینم چیکار میکنم. هنوز از منصور خبری نشده؟ نه بچه با فکر کنم دزدیدن آقا ناده. کلای احمر بوده، بخواد چیکارش کنه؟ ای بچه هم کلی خاطر خواه داره. بسته دیگه، ببینید نگاه، ما الان داریم میریم سمت خونه سلطانی، شاید اونجا باشه. ماشین من در خدمتون هست، ماشین جوادم هست، ستایی میریم دنبالش. اوکی برگود خیلی عالی. نه نه با تاکسی بریم. اوکی برگود خیلی عالی، به منظرم باید از وسیله نقلیه عمومی استفاده کرد. نه 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 آقا چرا تعارف میکنین؟ عباس آقا بمونه، ما میریم دنبالش. نه 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 پدر، باید خودشون اونجا حتما باشن، حضور به هم رسونن. خانم چرا اینقدر این مرد رو اذیت میکنی؟ مرد خدا از صبح تا حالا توی کلانتری بوده، دنبال منصور میگشته، رنگ و روش پریده دیگه، این خسته است، ما میریم دیگه. خب راست میگه، من اینقدر سگدو زدم این کلانتری اون کلانتری نا ندارم. خدا خدا ما میریم دنبالش، پیداش میکنم رو چشم. خیلی آره بابا اینجا کنیم چه بلک بخونی که
خب بگو که من فکر کردم بابا تو پلاکای اون برو بخون شما پلاکای اون برو اینی اینی صاحب کن بابا به جون تو میذارم این کاشون نکنه خداش ای بی سیه ای اس بی دیمونه بپا بابا آمای گاد بابا تو چرا انقدر شاقی مچاله شدم بابا وارتش کوچیکه بابا خب من که گفتم اون عقب جا هست که تون برین این عقب یعنی تیپ قیافه ما یه جوریه که به عقب وانت تو میاد به جلوش که اومد حالا به عقبش هم فکر کنم بیاد بابا بابا جون شما موقع برگشتن یه ماشین با کلاس بگیر برگرد حتما این کارو میکنم فکر کردی با این لگن میاد بگر به این خونه رو پیدا میکنی یا نه شبیه واقعا تون اومدی پلاکا رو بابا این با این عینکیش اصلا میبینه آره با مارک پدر جان ببخش پدر جان یه لحظه تشمی یاری نه نمیتونم عجله دارم بس برم داروخانه قرصامو بگیرم من ماشین از خودم میرسونم بهتون بهروز همایون هستم خواننده ببخشید خونه سلطانی کجاست شما چیکار داری با سلطانی یه کار خصوصی دارم میخوام خودشونو ببینم نیستن رفتن سفر چرا خب میدونم که رفتن سفر اصلا ما مواظب خونشیم پس چرا آدرس بهتون ندادم یه دقیقه واسه کارتون دارم خیلی ببخشید یه دقیقه برات من گوش کنین آره لاراش دیوارش بلنده چجوری می‌خوای بیای بالا برو 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 تو از تو در واکو من در میام آره بیا این بالا بخوره ببین ها اگه دزگیر داشته باشه بیچاره ایم نه دیگه منصور رفته تو دزگیرش قطع کرده است شما بزن دوزار بپر ببین از همین دیواره از اینجا بیا همینجا پایین بیا برو بیا بیا پایین بیا بیا پایین تو دیوار مردم چیکار میکردی؟ خلا بابا جاقا چی شده؟ اینجا خونه یکی بچه ها منصور بود بچه ها گفتن منصور در زدن نه هیچکی در رو بانه میکنه یا نگران شدن روی اتاق فوت که گفتن چی تو برو بالا با هم رفتیم بالا بله بله چه میدونی منصور خونه؟ آقا تو چرا من زایه میخونی؟ نه آقا این ماشینش دمه داره توه دیگه این که ماشین آقای سلطانیه که همتون رو میدم دست پلیس آقا آقای همسایه داری میگی منصور رفیقمون اون توه یه چیزی بفهم دیگه بابا چی دار میزنی میدونم هم دستتونه سر گاز صندوق بود دیدمش مرد بابا چرا کردی تو میکنی گوش کن قیافه اینا رو شاینا به دوز بخورم من نگاه کن بابا من فوتبالیستم هم گفت جواد هزار آها چه فوتبالیه آره داداش تو که از قیافت میباره که همین دیروز از زندان در رفتی نه بابا معلومه آقا جون بی خیال ما شو بذار بریم بی خیال آقا عکسو یارا از ماشین عکس رو عکس برو 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 گفتم این صداش آشناست چششم آشناست کمک نه رباب جون ماما منظورش اینه که الان اگه خدایی نکرده اتفاق واسه جواد آقا بیفته خب سند خونه ما میمه ممکنه لابد میترسین جواد فرار کنه همچین هستی نه ترسین من خودم 20 میلیون جور میکنم پول دیگه رو میدم تا سند خونهتون آزاد شه ببخشید رباب جون تو این چند سالی که ازدواج کردی مگه چقدر پس انداز کردی که حالا میخوای دو سه روزه 20 میلیون دیگه رو بدی مامان ایلا من حالا داره به هم میخوره هوای خونه شده اینجوریه بابا برم پنکه بیارم نه نه صداش اعصابمو خرد میکنه پنکه میخواد چیکار الهام جون ببرش تو عیدی تابش بده یه باد بخوره دیگه آره بریم تاب بخوره آره یواش کلن این خاموشه من میگم اصلا شاید شارژ موبایلش تموم شده مگه تو بیابون گیر کرده مادر خب با تلفن یکی دیگه زنگ بزنه مردم اقید دفعه خب اصلا شاید دلش نمیخواد زنگ بزنه همین به همین راحت یعنی چی؟ خب عباس آقا بیا بریم با هم این ورون برو بگردیم خب اونا رفتن پیداش میکنن دیگه شده تا شب خونه است دیگه میگم مرتب چون قربونت برم یه زنگ دیگه با آقا بهروز بزن ببین خبری شده یا نه مرد خب بیا بیرون خانوم من از اینجا بیام بیرون دیگه خیال شما راحته بفرما من اومدم راحت شد کارت دعوت اومده کارت دعوت اومده کارت دعوت عقد خوارگیتی خانومه نه بابا واسه بابا شب باید بره انجمن انجمن چی؟ شورایاری محل واسه چی؟ خدا رو شکر خدا رو صد هزار بار شکر قبول کردن چی رو بابا؟ 20 میلیون تومان برای مشکل جواد بدن شوخی میکنی؟ نه بابا وقت رو بابا میگه تو هیچ کاری واسه شوهر من نکرد این یکی بابا یعنی کل دیه رو میدن؟ نمیدونم بابا برم انشالله که میدن انشالله بسترم هم پیداش بدن انشالله 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 بابا کشم چی برمیداری؟ میگفتم در کافوت بزنم بالا یا یه فیلرم بگیرم دمت یه از دست کسی نگرفتی که نه اونجا بود آهای آقا مردم های استابی افتابی مردم هر چی بلند میکنی؟ ما
من؟ نه پس من. ایشون آورده. به قیافه این آقای محترم اصلا میادم چی کاری بکنه؟ این محترمه؟ نه پس شما محترم، این آفتابه رو من خودم دیدم ورداشتی آوردی. بده بدم بابا. یعنی چی؟ به قیافه این نمیاد، به قیافه من میاد؟ به قیافه شما میاد که هیچ. مادر زایدت واسه آفتابه دوزی جاش بیافته تانکرش هم میدازی. بده بدم یه مش مردم ولی آفر اینجا. مسخره کرده خودشو. یه الله یه مش آوردی نه؟ نه بابا اینو من ندیدم اصلا. حالا چی بریزیم تو این؟ نمیدونم. آخه چرا اینقدر گاز بده که جوش بیاره؟ خوشگل پسرم واسه گاز دادم که اون پیریه نگیرت از بگنه ما که حبس رفتیم تو با این قیافت بیایی اونجا که دیگه داستان داری بابا. اومای گاد اون پیره من امسون راه بری بیاد منو بگیره. دیدم چجوری سگده میزنیم پشت ماشین. تو چقدر با معرفتی تو آینه میبینی ما داریم میدویم گاز گاز میدی. خوشگله من گفتم که دیگه یکمی حجمتون کم شه جلو ماشین نشستین دعوا مرافعه نکنین. آقا حالا تو خود صبح با سیندری بری بگین مزخرف ببافینا. بابا اون بدبختا تو خونه نشستن منصور میخوان. خب منصور که خونه سلطانیه، باید بریم اونجا بیاریمش. ای چی کش میبری گود، خونه سلطانی چجوری بریم؟ آقا دعوا مرافعه نکنه، من یه راهی بلدم. اونجاش گیر داره. افتاد بخوره خودش چفت میشه. ببین درای نوستخ خان به من تو زندان تو انفرادیات داد، فقط باید قول بدی به کسی نگی نه، وگرنه فلفل میریزم دهنتون. بگو بگو. ببین میدونی معمولا وقتی همسایه‌ها میریزن که دزده رو بگیرن، ناکام که میمونن همه دور هم جمع میشن یه نیم ساعت یه رو بی دریوری میگن فوش میگن برش هم میرن خونه خودشون. دزد زرنگ نوستخ خان میگفت اونیه که دوباره نیم ساعت دیگه بره سر قرار، دیگه هیچ کم شک نمیکنه. ما دزدی؟ خب فعلا که همه دنبالمون میکنن میگن دزد. چه کاری آقا، بریم پلیس بیاریم. پلیس بیاریم چیکار کنیم؟ بگیم در خونه مردم واکن، ما رفیق اونو بیاریم بیرون. خواهی پلیس بیاد برون پولا رو هم ببینه، پولا رو ور میدارم میبرم، پولا هم به باد میره. ما دنبال پولیم آقا برون. خیلی خوب آقا، خیلی خوب جنبن نمی کنیم. به این نتیجه میرسیم که آقا اینجوری به درد نمیخوره، ما باید شب بشه بریم اونجا، باید هوا تاریک شه. من اینو موافقم، شب بریم، ولی این لگن دیگه نبریم با خودمون. آره جون من اینم کشیک میدیم، اینم میپره رو دیوار میره در ما میکنه. اولا این لگن اگه نبود الان دو تا حبس ابدی بغلتون وایساده بود. دوم من نشینی که برایش من برم بالا دیوار دوباره. میخوام من با 150 کیلو برم بالا دیوار. با تو سابقه داری. خب ما اسکونت لاغریمون رو ور میداریم ها. بردار. کجا؟ خب خواهش کنم آفتابه رو بگیرم بابا. به این کار دستمون میده. من نمیتونم آخه. بیدم پا تو بزن اینجا بده من. بابا من نمیتونم اینجا رو برم. بابا جواد بیا خودت برو. بابا برو دیگه تو همه. من چرا برم بالا خیلی؟ برو دیگه تو الان اومده اینجا شتا انجا شو رفتی برو دیگه. بابا اینک رو بردار. بابا بخواه بشکس آمد برو بالا. خب من ببینی که پا تو کشتو. ایناش پا تو بزن اینجا بادا برم. برو بابا همسایه جمع شدن پا تو بزن بالا. بزن دیگه بزن. ما جفتتونم نامردی، من برای چی با برم؟ برو جواد من اینو نمیتونم بپرم. بپر دیگه الان تو آنو در میاری. بپر دیگه. بایست میشه. بیا نگاه کنی، پاشو نگاه کن. همون سه نفری هم که امروز صبح دنبالشون کردم. آقا جون این سری چجوری رفتن تو؟ از دیوار. معصومه بیا بزن کنون فوتبال شروع شده. بیا بزن. چشم برو. بیا. جواد. شاکر رفت چشم؟ نه نه جواد. شست دست هم رفت چشم. گرد. خنده داره؟ بیا برو بابا. بیا برو. بیا. به روز من نمیتونم بیام، شما برین. من چشم کور شده. خدا. خدا دیگه هیچ جا نمیتونم بره. خدای من. چشم بکن. بکن. بالا نگاه کن. پایین. یکی. بالا. چیزی نیست که. مخصی چی باشه؟ دردی خاشا که هیچی نیست. بابا شست دستم رفت چشم. برو بابا با هم از زه برو. ببینم چشم اون دکتر نشون بابا بیا بریم. بیان بیان یه چیز پیدا کردم. کشی موبایل موبایل منصوره. یه چیزی اینه رو اینا هم حتما سویچ ماشین و کلید در رو اینا هست. خود منصور کجاست؟ منصور؟ بابا منصور بابا چه داد میزنی؟ بابا داد میزنیم به شب استاد اونو دیگه. خیلی خوب، ولی یکی سه همسایه ها نشنون دیگه. زیر زمین چی آقا؟ زیر زمین رو کی بگرده؟ زیر زمین رو من نگاه کردم، یه قفل انقدی به درشه نمیشه باز کرد. نه بابا تو دیدی؟ من دیدم.
قبول نیست دیدی. سه تا دیگه هم اومدن. کجا؟ از رو دیوار دارم میرن تو خونه سلطانی. آخه آقا جون قربون شکل ماهد بنم، با یه حساب سرانگشتی تا حالا چند نفر شده؟ با این سه تا میشه هفت نفر. هفت نفر؟ هفت نفری اومدن دزدی؟ خب بله، مگه چه اشکالی داره؟ قرصای حاجی رو امشب بهش دادی؟ آره بابا دادم. بازش کن بینیم. آقا رو بابا جواد بابا بیایی من داریم فیلم رو میگیم. الان موقع فیلم دیدنه، بیا بریم دنبال منصور بگردیم. معلوم نیست با خوش پولا چیکار کرده. نکن دیویس بات خونه دیگه یشن نداره که بیایی نامی فیلم رو ببینه. نکن فیلم ببین نورش نذاره بیرون از پنجره معلوم شه از بیرون. بابا ما چه نوری داریم؟ پرده ها کشیده؟ پرده ها کشیده؟ نه این خیلی باله، این مغازه رو بروی هم از تلویزیون اصلا نگران نباشیم. مغازه تو یه تایم کوتاهی دیگه ما منصور کت بسته تبدیل تو میدیم. بله من و بچه ها همین الان تو خونه سلطانی مستقریم. همه جا نگشتیم، زیر تخت، مبلا، تو کابینتا، همه چی سوراخ فرماره گشتیم. ببین زیر زمین هم رفته باشه پیداش میکنی. بعد هم کنه ببخشه اینجا خیلی وضع خطیره، ما باید دیگه نه نگران نباشی، من میام توضیح میدم خدمت تو. بله خدا حافظ. بابا شما عجب آدم هایی هستی نه. بابا بیانی این وقتی که داری فیلم میبینی. کسی فیلم میبینی رو تنهایی؟ این هم این رنگش من مال هم محصول 1920. اون هر پیشاش هم که شناس نیستن که بابا این فیلم رو نهیدی، این یارو سفته است که هر جایی میخوره اونجا له میشه، خودش سالم میمونه. چراغ کی روشن کرد؟ کسی اینجاست؟ نه بابا این چراغ خودش این روشن خاموش میشه، بکنم نمیکشه. منوشه بپر یه لحظه کم اصراف بگیر ببن جایی که اینقدر روشن خاموش هشه. منظرش کم مصرف ها آقا. اصلا به تو هیچ ربطی نداره جای پولا رو به کجاست. برو آقا من دست دو جماعت پول نمیدم. حرف بزن. چشم. حرف نزنی سرتو گذاشیم رو سینت. چرا؟ خود کجا حرف نزن؟ حرف بزن، حرف مفت نزن. با سر اصل مطلب پولا کجا هست؟ آقا آقا گوش کن، این دوتار که داری میبینی؟ نه با چجوری ببینم، چشم بسته هست. آره همین که این دوتا که حس میکنی اینه بیشتر حس میکنم. حالا این دوتا آدم کله خراب نامتعادل دیوانه بیشخصیت. آفرین بیشخصیتم. خب من به خاطر خودت میگم، بگو چیکار کنیم؟ آقا یه چی بگم، همه نفع شما باشه همه نفع من. آقا ما از رفت کنه خوره. آره بگو. آقا بی خیال منو پولاشی. تو اصلا حرف نزن نیست من. با اونجا حرف نزن. حرف بزن. دانشوی من. دانشوی من. اونجا حرف بزن. حرف بزن. تو گفتی حرف بزن آقا. دانش بو پیازی میده. آقا. بیا حالمون به هم خورد. آقا. بابا من از همون اولشم گفتم بذار بابا خودش بره دنبالشون. داخل من که میدونم از این سه نفر آبی گرم نمیشه. بی خود برداشتی رضا و بابا رو روونه بیمارستان کردی. منم هرچی میگیرم خاموش مادر.
تو میگی چی کار کنم آخه مهتاب جون؟ من میگم چی کار کنم؟ یک بارم شده به حرف من گوش کن. باش. گوش کن. بذار من زنگ بزنم به این دختره مینا، اون حتما میدونه منصور کجاست. مادر قربونت برم، من از ترس آبرومو که نمیذارم زنگ بزنی. میدونی اگه اهل محل بفهمن که منصور رفته تو فکر یه دختره دیگه چی میشه؟ فکر آبروی واقعا؟ هی همین حرفا رو میزنی، الان معلوم نیست منصور غر کرده کجا رفته، گم و گور شده. عزیز من، اون بالاخره با هر کی خودش بخواد ازدواج میکنه، دیر یا زود. به من و شما هیچ کاری نداره، فعلا فقط بذار پیداش کنیم ماما. باش، هر کاری میدونی بکن. خیلی خوب. خدایا این چه مصیبتی بود من گرفتارش شدم. ببین اگر احیانا دخترم اصلا ندونست منصور کجاست یه کاری میکنم، میگم مینا جون فردا باشه یه دیدنی بیا خونه ما. کلک میزنیم بهش دیگه. بعد منصور بو ببره مینا اینجاست، انگار موش آتیش زدن سر و کلش پیدا میشه. حالا میگی نه؟ ببین دیگه. پس قربونت برم ماما، بهش بگو همین الان بلند شه بیاد اینجا دیگه. حالا از اون ور بوم نیفت پایین شما هم دیگه، چه جوری به دختره بگم نصف شب باشه بیا خونه ما؟ الو الو مینا جان. گریه بذار ببینم صداش چه شکلیه. یه ماشین دیگه هم اومد، چهار نفر توشم. یعنی با اون هفته شدن 11. سب کن آقای سلطان اینان. خدا رو شکر آقا جون، دیگه خودش اومد، پس دیگه خیالت راحت شده. آقا جون یا بشین فوتبالتو نها کن، دیگه خود آقای سلطانی اومد، الان با کمک اون موسا سمتری همه دوزار دستباشونو میبندن میکنن تو گونی. بیا بابا جون. نه مهتاب جون، آدرس رو یادت رفت برام بفرستی؟ باشه تو بفرست، من حتما میام. ببین منو کلی کار دارم باید برم. و خیلی خوب. چی؟ نه بابا، من از آقا منصور چه خبری دارم؟ باشه فردا صبح. خب یه جوری میام دیگه. خدافظ. چقدر حرف میزن این دختره. شو بردار دیگه. وقتی ماشین دمه داره حتما خود منصورم تو خونه است دیگه. حالا باید تصاب هی زنگ بزنیم او در خونه خودم باز کن بریم تو دیگه. خانم اون دزدی زپاس به من بده. تایی ساکه بده بهش. بده میدم. اگر از اول میذاشی یه جفت کشیده این نرماده میخوانم بیخ گوش منصور، اینطوری ماشین رو بر نمیکرد که بره. ای بابا تو هم گیر دادی یا اما شخصی شما دیگه. پولا کجاست؟ آقا پولا کجاست؟ آقا سون داری چی کار میکنی؟ بودو بابا مینا میگه پشت دره، اینقدر بمون اینجا تا بپرسی. آقا بچه بالا چی کار کنی؟ آقا باید از تو ساختمون رجیم. بابا اینجا بودن نمیشه. ببر بچه ببر بری بری آقا خواهم بیا. بچه بیا دیگه. منصور کجایی پسر؟